محبوبیت بازی‌های کامپیوتری با خانه نشین شدن افراد در دوران کرونا بیشتر از قبل شده. شمار تماشاگران روی بزرگترین پلتفرم‌های تماشای آنلاین بازی‌های کامپیوتری رکورد زده. بازی‌های جدید به بازار وارد می‌شود و افراد مشهور مردم را به خانه ماندن و بازی کردن تشویق می‌کنند. سرعت رشد این صنعت در ایران و کشورهای همسایه آن توجه فعالان این صنعت را جلب کرده. ترکیه، عربستان و ایران پردرآمدترین های بازار بازی‌های کامپیوتری در منطقه اند و بعد از اونها اسرائیل و امارات. بخش مهمی از پولی که در بازار بازی‌های دیجیتال ایران در گردش است، نتیجه فعالیت گیمرهای ایرانی است. مجبور شدیم دندون خانم رو بکشیم کلن. لطفاً به هیچ عنوان این تیک ویدیو رو رد نکنیم. دیگه فکر کردید من واقعا دیگه نمیخوام ویدیو بذارم. سلام چطورین؟ افرادی که بازی آنلاین را به صورت حرفه‌ای دنبال میکنند و از آن درآمد دارند. من نیلوفرم 3 سالمه، احتمالاً خرداد 23. نیلوفر 2 سال پیش دانشگاه را رها کرد و به دنبال حرفه مورد علاقه‌اش رفت. هفته چند بار به طور مرتب از بازی‌های کامپیوتریش محتوای آنلاین تولید می‌کند و آنها را به اشتراک می‌گذارد. نیلوفر میگوید که یک گیمر ایرانی مانند او میتواند به طور متوسط ماهی 5 تا 6 میلیون تومان درآمد داشته باشد که بخش عمده آن از استریم یا همان پخش آنلاین بازی‌های کامپیوتری است. به عقیده او هر گیمر ایرانی که بتواند درآمد دلاری خوبی داشته باشد ایران را ترک میکند تا بتواند با استانداردهای جهانی فعالیت کند. نمونه این مهاجران کوسر یا همان تاکسیک گرل است. اینجا هنوز در ایران است. از معدود دختران گیمر بود که در مسابقات جایزه برد و کار حرفه‌ای را از ایران شروع کرد. دلیل اصلی که من از ایران خارج شدم 100% برای پیشرفت کارم بوده. خارج از ایران یه سری موقعیت‌ها واسه آدم پیش میاد که توی ایران خب این موقعیت‌ها نیستش. اولش اینترنته. خیلی از گیما تو ایران فیلتر بود. یعنی من برای رکورد کردن یه ویدیو از اون گیم واسه استریم کردنش بعد وی پی ام می‌زدم. یه تایمی بود حتی 1 ماه توی ایران تویچ فیلتر شده بود. اصلا نمیتونستی روش استریم کنی. خب اینا خیلی مزله بزرگن. دلیل اصلیش این بودش که خب من وقتی که تو ایران زندگی می‌کردم اساس کارم چه درآمدم چه علاقه‌ام و تایمی که بیشتر می‌ذاشتم روی استریمینگ بود. ولی من می‌خواستم دیگه یوتیوبمو به شکل قانونی شروع کنم، یعنی که حساب مال خودم باشه، درآمد بیاد به حساب خودم، همه چی قانونی و بدون دردسر باشه. واسه همین بعد میومدم خارج از ایران حساب باز می‌کردم. و خب وقتی که اومدم خب مثلا اینجا یه چند تا شرکت به من پیشنهاد کاری دادن، رفتم چند تا جلسه. این موقعیتو چه ایران واسه آدم پیش نمیومد. دختران گیمر مانند نیلوفر و کوسر با محدودیت‌های بیشتری نسبت به پسران مواجه هستند. این در حالی است که دختران بخش قابل توجهی از جمعیت بازیکنان آنلاین را تشکیل می‌دهند. طبق آمار رسمی از هر 100 کودک و نوجوان ایرانی 69 نفر آنلاین بازی می‌کنند. 64% پسر و 36% دختر. برآوردها می‌گوید احتمالاً شمار بازیکنان بیشتر از آمار رسمی است. ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به کپی‌رایت یا حق مؤلف نیست. بسیاری در ایران بازی‌ها را از بازار سیاه و بدون رعایت کپی‌رایت می‌خرند و این افراد ممکن است در آمار رسمی محاسبه نشوند. من عدد 7 انتخاب. ورود دختران به گیم نت‌ها در ایران مانند استادیوم‌های ورزشی پذیرفته شده نیست و دختران نمی‌توانند در تمام مسابقات حرفه‌ای داخل ایران شرکت کنند.
کوثر میگوید حتی خانواده‌اش هم در ابتدا با کار او موافق نبودند. موقعی تونستن با این موضوع کنار بیان که دختر میتونن گیم بازی کنن که حالا مثلا یه سری از مسابقات رفتم. البته میشه گفتش که بازم اونو مخالف بودم، ولی خب برنده شدم، جایزم آوردم، بهشون نشون دادم نگاه کنید من میتونم برم مسابقات شرکت کنم، میتونم ببرم، میتونم شاید درآمد داشته باشم درنده. اینجوری دیگه کم کم باش اوکی شدم، ولی خب جامعه خیلی خیلی بحثش بزرگتر از خانواده بود. بخش عمده از درآمد گیمرهای ایرانی دلاری است که رسیدن به آن چالش بزرگی دارد به نام تحریم. وزارت دارایی آمریکا ایران را از تحریم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های ارتباطی و خدمات ارسال ایمیل معاف کرده، اما قوانین درباره بخش بازی‌های آنلاین ابهام دارد و هر شرکت آمریکایی فعال در این حوزه باید به صورت موردی برای ارائه خدمات به ایران مجوز بگیرد. گیمرهای ایرانی می توانند از دو طریق به درآمد دلاریشان دست پیدا کنند. اول آشنا یا فامیلی در خارج از ایران که پول به حساب آنها واریز شود و دوم از طریق بعضی شرکت‌های ایرانی که معادل ریالی این پول را در ازای کارمزد به حساب گیمرها در ایران واریز می‌کنند. هر دو روش ممکن است ریسک‌ها و هزینه‌هایی برای گیمرهای ایرانی داشته باشد که گیمرهای سایر کشورها آنها را تجربه نمی‌کنند. استریمرهای خارجی از طریق فروش اشتراک درآمد اصلی دارن، نه از طریق دونیت که مردم بهشون پول میدن. طرفدارشون میتونن خیلی راحت مثلا اشتراک ماهیانه بخرن، یه سری قابلیت‌ها بهشون میده که میتونن استفاده کنن. از اونجایی که خب ما تحریمیم، هیچ ایرانی نمیتونه که این خریدو بکنه، چون نه پیپل داره، نه ویزا کارت داره، نه هیچی. بعد این از این که ما از تویچ درآمد اصلی نخواهیم داشت. حالا یوتیوب باز یه بحث دیگه. یوتیوب چون فیلتره، کسایی که ایرانن باید وی پی ان بزنن و یوتیوب به خاطر اینکه این آی پی آدرسا به خاطر وی پی ان هر بار عوض میشه، سابسکرایبرها رو میگیره از ما. من خودم خیلی دلم میخواد گیم بزنیم. اگه بزنیم بعد یه چیزی بهتون نشون بدم. من خیلی دلم میخواد که گیم بزنم الان، یعنی این که میبینید اینجوری رد میشه یکم آدمو میترسونه دیگه. ببینید وضعیت اینترنت منه. این شرایط هزینه فعالیت حرفه‌ای گیمرهای ایرانی را بالا می‌برد و باعث می‌شود ایران نتواند از تمام منافع اقتصادی این بازار استفاده کند. در سال گذشته میلادی صنعت بازی‌های کامپیوتری در خاورمیانه حدود 5 میلیارد دلار درآمد داشته. بسیاری از شرکت‌های بازی‌های کامپیوتری در حال سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار کشورهای منطقه هستند، اما ایران به دلایل غیر اقتصادی نمی‌تواند از تمام فرصت‌ها در رقابت برای جذب سرمایه استفاده کند. شیدا هوشمندی، BBC. آریا کوکسر، یوتیوب گیمر یا تولید کننده محتوای بازی‌های کامپیوتری در یوتیوب از استانبول با ماست. آقای کوکسر، آقای آریا، شما از یوتیوب درآمد دارید، از گیمینگ با درآمد دارید، چطور پول در میارید؟ درود بر شما. در مورد درآمد من باید بهتون بگم که خب من همونجوری که میدونید توی وبسایت یوتیوب تولید محتوای گیمینگ میکنم و جوری که من درآمد دارم اینه که خب وقتی شما ویدیویی روی یوتیوب میذارید و طرفدار یا کسایی که شما رو دنبال میکنن میان اون ویدیو شما رو میبینن، نسبت به اون ویوهایی که شما دارید یا تعداد بازدیدهایی که شما دارید، خب یوتیوب یه میزان درآمدی از تبلیغایی که کسب میکنه رو 50% رو به شما میده، چون بالاخره شما دارید طرفدارتون رو به وبسایت یوتیوب میارید و مثلا هر چقدر شما تعداد بازدیدهای هر ویدیوتون بیشتر باشه، در ماه مثلا تعداد بازدید کلیتون چقدر باشه، مثلا 1 میلیون 2 میلیون باشه، نسبت به اون به شما پول واریز میکنه براتون. اینو میفهمم، ولی در کنار اون آیا خود بازی کردن، آیا خود گیمینگ هم درآمدی داره؟ میشه ازش مثلا بدون این که شما حالا شیوه بازی خودتون رو فیلم بگیرید بذارید روی یوتیوب یا روی مثلا تویچ، اونجا هم امکان درآمدزایی هست؟ ببینید خب توی این زمینه اگه بخواید شما تویچ و یوتیوب رو کنار بذارید، تنها راهی که میتونید درآمد از طریق گیم کسب بکنید اینه که خب پلیر حرفه‌ای، بازیکن حرفه‌ای بازی باشید و توی مسابقات شرکت کنید. حالا یا شانستون خوب باشه، انقدر بازیتون خوب باشه که اون تورنمنت رو ببرید، جایزه اون مسابقه رو دریافت کنید،
یا تیم‌هایی باشن که درست این کار رو ادامه بدن و شما رو استخدام بکنن، مثلا مثل فوتبال که رئال مادرید میاد کریستیانو رونالدو رو استخدام میکنه برای این تیم بازی بکنه. خب ما هم توی زمینه گیمینگ مثلا تیم فناتیک که برای سوئد میاد پلیرای برای مثلا بازی وارکرافت رو میگه که آقا شما توی وارکرافت پلیر خوبی هستی، من شما رو استخدام میکنم، انقدر بهتون پول میدم که برای تیم ما بازی بکنی و مقام به دست بیاری. خب اینطوری میشه، ولی خارج از این موضوع دیگه شما فقط یا باید توی تویچ پخش زنده بذارید و از طرفدارتون حمایت بگیرید یا اشتراک بفروشید برای پخش زنده هاتون، یا توی یوتیوب ویدیو آپلود بکنید و طرفدارتون بیان ویدیوهای شما رو ببینید. در غیر این صورت خیلی کارهای میشه بگم که غیر رسمی هست. مثلا شما میتونید توی یک بازی معروفی مثل وارکرافت انقدر یه اکانتی شما بسازید و اون اکانت رو انقدر ببرید بالا، انقدر ارتقاش بدید، بعد این اکانت رو بفروشید به کسی که مثلا خیلی عاشق این بازیه تا بتونه مثلا از اون اکانتی که شما انقدر لول اپ کردین استفاده بکنه. ولی این خیلی غیر رسمی و کم انجام میدن این کار. برای شخص شما این سرگرمیه یا اینکه شغل و ازش میخواید کسب درآمد کنید و زندگیتون رو هم باش بچرخونید؟ ببینید وقتی من این کارو شروع کردم خب طبیعتاً سرگرمی بود بلد. ولی الان کاملا یه بیزینس کاملا جدیه برای من. من کل زندگیم رو دارم الان تقریبا از روی این بیزینس میگذرونم و خیلی دارم موفقیت کسب میکنم. خیلی خیلی بیزینس جدی است، برخلاف اینکه شاید خیلی ها فکر کنن که مثلا بگن تو بازی میکنی، با این سنت بازی میکنی، این کار رو بذار کنار، برو یه درس یه حرفه یاد بگیر. ولی خود این یه حرفه است، اینکه هر روز بیای بشینی حالا چه ویدیوی رکورد بکنی، خب دوربین هست، همه چی مثل یه برنامه ضبط میشه، خب ادیت کردنش از همه اینا هست و واقعا تایم میخواد، کار آسونی نیست. خب چند ساعت در روز شما به بازی و به تولید محتوا اختصاص میدین مثلا؟ ببینید من اگه بخوام یه تولید محتوایی بکنم، اگه بخوام دقیق بگم، شاید نهایتاً یک ساعت اون بازی رو بازی بکنم، رکوردش بکنم و نهایتاً تا یک ساعت اون رو ادیت کنم و بذارم، کلاً شاید این ماکسیمومش بود، دو ساعت در روز تایم منو بگیره برای این. خیلی خیلی کوتاه، خیلی از پدر مادران نگرانن. از نظر شما این نگرانی بی دلیله؟ بخاطر اینکه ببینن ساعت‌ها بچه‌هاشون بازی میکنن. ببینید خب هر چیزی به جاش، من خودم موقعی که محصل بودم بازی میکردم، درسم هم میخوندم، بیشتر به خاطر خب طبیعتاً یه چیز معمولیه که پدر مادرها نگران باشن. ولی خب در آینده وقتی که یه ذره فرهنگ این موضوع جا بیفته و بدونن که چون هنوز مردم ما نمیدونن که از راه گیم میشه پول در آورد، خب به خاطر تحریم ها آشناییت ندارن، وقتی بدونن که نه میشه از روی گیم حتی از یک دکتر یا یک مهندس موفق ایرانی بشه 10 برابر از اون شخص بیشتر پول در آورد فقط از طریق این گیم، خب شاید نظرها عوض بشه. ولی اینکه بخوان در مورد مثلا به عنوان مثال پسر بچه 10 ساله نگران باشن که داره بازی میکنه، خب طبیعیه، ولی شاید همین بازی در آینده کمک بکنه برای این رشته. خیلی خیلی ممنونم از شما آریا کوکستر، یوتیوب گیمر یا تولید کننده محتوای بازی‌های کامپیوتری در یوتیوب، و با آرزوی موفقیت برای شما در این رشته و همینطور در